برابکس عزیز. خب چطوری خرس مهربون؟ برنامه اولمون بالاخره راه افتاد، باورت میشه؟ خب آقا بذارین توضیح بدم داستان چیه. ببین داستان اینه که ما یه کانال داریم به اسم سوال اقتصادی که داریم تو چیزای خود پادکست درست میکنیم، یعنی نظر این ایده خرس مهربون. خرس مهربون من گفتم آقا بیا تو داری رو چوپون کار میکنی اینا، وقت نداری این برو، من همه کاراشو میکنم، تو فقط بیا روزی یکی دو ساعت رکورد کن، یه برنامه مشهور را بندازیم. ببین این ویدیو آخرین باریه که ما فوش میدیم، ما واسه فوش سری لغت های جدید ساختیم. به فلان مرد میگیم بادم جون، به فلان خانوم میگیم پرتقال، یعنی پرتقال فروش میشه جنده. بعد چون که میخوام مؤدبانه فوش بدیم، من نمیتونم فوش ندم، بعد تو این میخوام فوش ندیم تا جایی که میشه، تو این فوش میدیم ولی بعد از این فوش نمیدیم. خلاصه اگه گفتم بادم جون بابام تو پرتقال مادره دیگه متوجهی، به جای فاک میگیم فاج، به جای شت هم میگیم شیتاکی، شیتاکی ماشوم هست واسه همین میگیم شیتاکی ماشوم به جای شت. این از فاشای اینجوری مونه. دومی مسئله اینه که چی میخواستم بگم یادم رفت، تو بگو سوالا رو بریم توش. اومدیم که سوال جواب کنیم با مردم و ببینیم که چی کارا کنیم دیگه. خب پس برو یه سری سوال اینا رو جواب بدیم بخندیم، چون امروز وقت آنباکسینگ رو نداریم ولی برای فردا اینا رو همه رو باز میکنیم ببینیم چیه و چی نیست و چیزای متفاوت داریم. من خودم اینو خیلی علاقه دارم باز کنم، رنگ مشتی خودم هم خریدم، با اینکه خرس من روان گفت صورتی نگیر ولی گوش ندادم. کلا زندگی از نظر تو چه شکلیه؟ من زندگی میبینم وقتی کبریت رو روشن میکنی اولش گوگرده بعد یهو قرمز میشه بعد خاموش میشه، من اون سر گوگرد و کره زمین میبینم که رو آتیش بوده بعد الان خاموش شده، دورش سرده ولی وسطش هنوز قرمزه. یه کبریت رو میکشی این همه اتفاقات تو دو سه ثانیه میفته، حالا بگو 5 ثانیه، و من زمین رو یه همچین چیزی میبینم که یعنی یک کبریت کشیده شده، روشن شده، بلکه دورش خاموش شده، هنوز وسطش داغه، وسطش هنوز سرد نشده و ما توی این فرصت اومدیم اینجا. یعنی مثلا من زندگی خودمون رو با کپک روی میوه توی یخچال یکی میگم. دوست داری تاریخ مرگ تو بدونی؟ یعنی چطوری؟ تاریخ مرگ؟ چون چطوری میمیرم به جهنم؟ ولی تاریخ مرگ کلی کار میتونی واسش بکنی، آماده بشی قبلش حساب پساب رو ردیف کنی. چطوری میمیری؟ بهتر اون کارو انجام نمیدی؟ مثلا تو ماشین تصادف میمونی؟ آها خب مثلا آها بعد نمیگه چه روزی میمیری؟ میگه فقط با ماشین میمیری. چطوری میمیری؟ آها بعد موقع همه شما میکنه ندیم، خیلی توهمه، فکر مثلا بهت میگن تو خیابون میمیری بعد دیگه نمیتونی خونت بری بیرون. تو چند روزی هم که داری به گاه میری؟ نه بدونم کی میمیرم. چی چقدر؟ ثروت چقدر عدد بود؟ ثروت؟ والا من بدهکارم به بانک. من به من اگه 1 میلیون دلار پول بدی تازه میشم صفر. ماشینت مدل دقیقش چیه؟ یه دونه مازاراتی گیبلی دارم، یه دونه هاندای پلسید دارم، یه دونه اینفینیتی M56 دارم با یه دونه فورد ترانزیت 250، ولی دوتا ما آخری ها رو واسه فروشم داره میره. دراغی نوره لدارت چیه؟ هشیش بنگ بنگ. من مواد مخدر استفاده نمی کنم، من فقط گول بنگ. چی؟ روزی چند رول میکشی؟ من رول نمیکشم، من دستگاه میکشم، ویپ میکنم. چقدر میگی؟ نمیدونم، فکر کنم مثلا 3 گرم 3 تا 5 گرم روزی باید بکشم. بهترین لذت زندگی تو چی میبینی؟ ساعت
ده شب باشه تو سن جوونی یه گل بزنم، یه فیلم خنده‌دار بزنم با غذایی که دوست دارم، بشینم غذا رو بزنم و فیلم رو نگاه کنم بخندم و های باشم، که هیچ چونه دیگه اتفاق نمیفته، چون دیگه نه های میشم نه غذای خیلی مورد علاقه دارم نه بچه هم بهم وقت میدم، مثلا این دیگه یعنی تموم شد. 37 پوزیشن مورد علاقه هم برای سیکس انگار اومدم اینترویو پورن میخوام مثلا استخدام بشم بدم تو فیلم پورن. یه فالو بدن شماست بس دیگه، سوال خود کثیف بچه هاست تو اینستاگرام پرسن، ما کاملا بی تقصیریم، میدونستیم راجعه مثلا تولید پرتقال بسازیم، پرتقال واقعی کثافت همه با این باز فکر چیزن. پوزیشن مورد علاقه هم یه چیزیه که خیلی نمیدونم شاید جواب اشتباهی باشه، ولی کاری که میکنم دختر رو میگیرم یه حجی از دوتو پاهاش میگیرم بعد برش میگردونم میارمش بالا وای میستم خودم، بعد شروع میکنم پرتقالش رو خوردن، بعد وقتی دارم پرتقالش رو میخورم اون پاهاش حواست دیگه، بدنش هم آویزونه، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که یه دونه بادمجون جلوشه، یا میتونه با دماغش بزنه به بادمجون یا میتونه شروع کنه با بادمجون بازی کردن، یعنی دیگه نمیپرسی آقا مثلا من برم تو بری فلان، یهو میزه دختر بلند میکنی میندازی رو هوا، دیگه دختر رو حواس یه شورتش فقط میزنی کنار رو سبد میوه رو میری توش. بفرمایید شام یا سیبیل وار؟ خب 100% سیبیل وار، بلکه بفرمایید شام هم کنترل شده است هم لیمیتیشن داره هم 4 قسمته، سیبیل وار دست خودمونه لیمیت نداره، سودش هم به خودمون میرسه، یعنی تو بفرمایید شام سودش به تو نمیرسه به برنامه من تو میرسه، دمشون هم گرم درست کردن زحمتشو کشیدن، اگه من بخوام انتخاب کنم خب معلومه میرم چیزی که خودم توش مسئولم، چون سیبیل وار من و سپر داریم با هم درست میکنیم دیگه، یعنی مثلا من سیبیل وار برنامه من و سپره، یه درصدی از برنامه من توش عضوم، چیزی که سپر راضی بود من راضی بودم و دیگه اونجا مثلا من اگه فردا مثلا تصمیم بگیرم پشتمو قرمز کنیم با سپر میتونم بیان بکنم که آقا من خب پشتمو قرمز کنم هستی یا نیستی، اگه موافق باشه قرمز میکنم پشتمونو، ولی تو بفهمونش من بگم میخوام به جای شام ناهار بدم میگن گو خوردی. چطوری با سپر اوکی شدی؟ با سپر چجوری آشنا شدم یعنی؟ علیرضا به من زنگ زد که سوهل دارم میام کانادا مثلا یه ما دیگه، گفتم اوکی بلیط هواپیما تو بفرست که بیام دنبالت، بلیطش رو فرستاد، بعد علیرضا که میاد سه نفر میاد همیشه دنبالش، یعنی اون کسی که برنامه گذار میاد یه مثلا یه شخصیتی مثل سپهر میاد، ولی خب همیشه با من میاد میریم، چون که ما با هم خب خیلی حال میکنیم و بچگی با هم بزرگ شدیم همیشه با هم میریم، بعد من یه پسر رو بخواهم آورده بودم، یه آدمی بود که عاشق همین علیرضا بود و سپهر و اینا، من اصلا نمیدونم سپهر وجود داره، خب اصلا نمیدونم سپهر هست یا نیست، خواننده بس مثلا هیچی نمیدونم اونجا بشه، بعد دمه چیز فرودگاه وایسادیم دارم یه دونه گل میزنم تا چیز بیاد تا بریم تو علیرضا بیاد بیرون، بعد یه های پسر که بغل منه میگه وای سپهر خلصه سپهر خلصه پشمام سپهر خلصه، دو تا پسر دارم این طرف ما اینا داره داد میزنه بغل من سپهر خلصه سپهر خلصه، سو من میفهمم که از این دو تا یکیشون سپهر خلصه است، معروف هم است که این داره خوشو میکشه دیگه، من رفتم به قول معروف وقتی رسیدیم به هم خواستم عرض ادب بکنم، ولی من به اون یکی گفتم گفتم بعد شما سپهر باشین، بعد اون یکی گفتش که سهیل من میشناسمت، گفتم من نفهمم چی میگه، من گفتم منظور چیه، گفت چت زدی دادا من همسایتم، من همسایه من گاره بابا گستخالی من همسایت همسایه پایینیتم، من بغل من بغل هم زندگی میکنیم، گفتم اوکی، و فهمیدم که این یارو پسره که فکر میکنم سپهره همسایمه، این یکم که اصلا فکر میکنم دوست سپهره خود سپهره، بعد اونجا با سپهر آشنا شدیم،
بعد توی این چند روزی که با هم رفتیم بیرون، خب سپه چون گل زیاد میزنه، خب منم گلبازم، خیلی با هم کانکت کردیم و خیلی هم سپه واقعا بامزه است. بعد دیگه با هم کانکت شدیم. بعد دیگه وقتی علیرضا اینا رفتن، سپه مال ونکوور بود. خب من دیگه با سپه حالون میکردم تا سپه گذاشت رفت. سپه گذاشت رفت و دیگه رفت تورنتو. بعد من رفتم تورنتو یه کاری بکنم. قرار بود 10 روز به خانومم گفتم این خیلی جالبه رسیم. به خانومم گفتم که آقا من سالی بعد 1-2 هفته از خونه برم بیرون. برم یه جایی که هیچکی نباشه، خودم تنها باشم. میخوام کتاب بخونم، فیلم نگاه کنم، ریلکس کنم، 2 هفته غذا خوب بخورم، هر چی. 2 هفته میخوام ریلکسیشن داشتم سالی، هر سال. اونم اوکی بود. این اولین بار اون بود. خلاص آقا من رفتم و یه جا 2 هفته یه خونه گرفتم توی چیز تیامه بفرمایید شام تورنتو بود. بعد گفتش که بیا اینجا با هم حال کنیم. تو همون آپارتمانی که تیام خونه گرفته بود، تو همون آپارتمان خونه گرفتم واسه 2 هفته که برم اونجا حال کنم با تیام. خب سپر و اینا اونجا بودن، با اونا ببینمشون، لذت ببرم از با بچه‌ها. بعد اتفاقی که افتاد، پسر عمم به من زنگ زد که داریم یه تورنتو، بیا پیش منم بیا فلان و بسار. اینا گفتم خیلی خب من این کاری میکنم، من 3 روز زودتر میام به جای 14 روز 17 روز میام. اون 3 روز رو میام پیش تو، میام خونه تو با هم حال کنیم. بعد دوشنبه که تصمیم اصلیم بود میرم خونه خودم که 14 روز گرفتم. اونم گفت عالیه و فلان و بسار. آقا ما نشستیم تو هواپیما، رفتم تورنتو، مثلا جمعه رسیدم، به جای دوشنبه جمعه رسیدم، خوشحال و خندون که آخ جون الان حال میکنیم با پسرم، هم دمش تنگ شده بود، خیلی هم دوستش داشتم. بعد خبری نیست، هیچکی نیست. زنگ میزنم به پسرم، هم کجای آقا؟ آقا شرمنده، من سر کارم نمیتونم بیام دنباله، تو تاکسی بگیر برو خونمون، من شب میام. مثلا فکر کنم مثلا 3 بعد از ظهر رسیدم اونجا، میخوام حال کنم، روز اولمه، از خانواده جدا شدم، تنهایی خودم اشغال کنم. میگه تو برو شب بیا. من برم 3 خونه عمم بشینم. بعد خونه عمم تو جای اصلی تورنتو نیست، تو جای پرت تورنتو هم نیست، جایی که به پرت تورنتو میگم پرت، میفهمی چی میگم؟ خیلی دوره، 2 ساعت باید رانندگی کنی برسی. بعد من گفتم خب من الان بیام $100 پول تاکسی بدم برم اونجا، بعد بشینم عین بادمجون خر تا ساعت 9 شب با عمم میگم سلام شما خوب هستین، اونم میگه سلام من خوبم شما خوب هستین، به به. حالا مثلا یه رو هم حال میکنیم با هم، ولی من عمم فکر نمیکنم خیلی علاقه داشته باشه بشه با من حرف بزنه. بعد چیز شدم دیگه، اونجا یه خورده چیز شدم، یعنی گفتم که احمقانه است بودنشم برم اونجا. زدم به یکی از دوستام آرش، گفتم آرش چیکار داری میکنی؟ اون تازه رفته تورنتو. گفت اتفاقا دارم میام فرودگاه، دوست دخترمو داره میره ایران. گفتم نه بابا منم فرودگاه، خب بس بیا منم ورد و با هم حال کنیم دیگه. گفت اوکی. خلاص اومد منم پیکاپ کرد و تو اون فاصله زنگ زدم به سپه که سپه اینطوری داستان، پسرم هم به قول معروف گوشه در ما. آها فرد و پس سردان با هم میرفت سر کار، یعنی اگه من میرفتم فرزا من همجور سیخ میشستم توی جایی که هیچ چی نیست داره برش. بعد گفتم که خب نمیشه دیگه، به سپه زنگ زدم. با سپه مثلا همین یه خورده همدیگه رو میشناختیم ولی اتفاق خاصی نبود بینمون. زنگ زدم به سپه که آره سپه تورنتو هم از این حرفا، و گفت ای و داستان چی بودم؟ داستان اینه. خب باشه بیا خونه من. همینطوری. و من خواستم باورم نمیشد. خب به سپه میدم سر شلوغه، بچه معروفه فلان، واقعا بیام شما خونه تو؟ آره. حالا شانسی نیلو رفته بود مسافرت، نیلو نبود. گفت پاشو بیا خونه من. بعد خیلی یهو حال کردم به یه آدمی که مثلا انقدر معروفه، انقدر مثلا شخصیتش جلوی همه بزرگه، انقدر آروم، انقدر مهربونه، انقدر واقعا تای آدمه دیگه، نمیتونم توضیح بیشتر بدم. بعد که دیدم خب این جوریه، رفتم خونهش دیگه. 3 روز اونجا بودم دیگه، اون جمعه و شنبه و یک شنبه تا دوشنبه که برم خونه، اونجا تو مبل سپر خوابیدم. اونم هی میگم بیا بالا تو اتاق، میگفتم نه همین مبل دیگه گوه زیادی نمیخورم دیگه. همونجا خوابیدم و اشغال کردم واسه خودم. بعد اون 3 روز خیلی من سپر با هم رفیق شدیم.
چون از خواب با هم بلند میشدیم، با هم صبحونه درست میکردیم، نمیدونم با هم اشغال میکردیم، با هم رفتیم خرید میکردیم، همه چیمون دیگه با هم بود. بعد اونجا دیگه ما با هم خیلی کانکت شدیم، هم اون منو شناخت هم من اونو شناختم. بعد یه خورده گذشت، یه جای دنیا سپر به کمک لازم داشت، زنگ زد به من، منم کاری که دستم برمیومد انجام دادم، مشکلش حل شد. از اونجا هم سپر منو شناخت که او این آدمیه که مثلا نمیخواد کونه ما بذاره و مهربونه و میخواد با ما دوست واقعیه. اونجا به هم ثابت شدیم که جفتمون دوست واقعیم و دیگه از اون موقع دیگه دوستمون گنده شد و تا بالاخره برای این سیبیل وار به من زنگ زد که بیا با هم اینو ضبط کنیم، چی گفتم برو بریم. خب پس چرا من شادم؟ به خاطر اینکه میگم یه دنیای بازی میبینم، من فکر میکنم ما توی بازی هستیم و کسی هم که بازی رو درست کرده اصلا براش مهم نیست که ما چی کار میکنیم. مثلا بازی میتونه راجع به این باشه که چند تا خورشید توی کهکشان به وجود میاد. میگن خورشید پشتش به ماست، تا حالا میدونستی؟ یا چند تا دریاچه در میاد تو دنیا، مثلا رفتی به انسان و گاو و گوسفند و پشه نداشته باشه و ما چون فکر میکنیم و ما چون هیچو نمیفهمیم و میخوایم بگیم که میفهمیم، معنی در بردیم که همه چی راجع به ما و تموم شد. خیلی تأثیر گذار. فعالیت یوتیوب برای چه فعالیت یوتیوب واقعا بستگی به بر و عکس داره. ساپورت بکنین، لذت ببرین، خوشحال باشین، یاد بگیریم چیزی ازش با هم، زندگی ها رو بهتر بکنیم. حالا مثلا خود سوبر میگم، اگه ویدیو من مردم نگاه کنن باشه آشغال کمتر بریزن، باشه فرق دختر و پسر و همجنسگر رو یکی بشه، نمیدونم باعث بشه مردم بخندن به غمشون فکر نکنن، من ادامه میدم چون من تو این بازی دارم میخواد خوشحالی پخش کنم و باور دارم که هر چیزی که پخش میکنی مثل بهمن میمونه. خوشحالی که پخش کنی همینجوری یعنی میچرخه، بهمنش بزرگ میشه و خوشحالی بیشتر میشه. تو به 100 نفر خوشحال کنی، مثلا 9 نفر خوشحال میکنن، اون 9 نفر میرن نمیدونم بقیه رو 20 نفر خوشحال میکنن. ولی اگر طریق نشون بده که مثلا نه مردم میام آقا کوسچر داری میگی فلان اینا، خب نه قطعش میکنی. واقعا بستگی به شما داره، نه من. تصمیمش با شماست. تو حالا نمیشد یا باید چیز نه همه چی خوب بود و بریم تا ویدیو بعدی تا ببینیم راجعه چی میخوام صحبت بکنیم و یه خورده به قول معروف باید دایرکشن بگیریم، هدف بگیریم برای این ویدیوهامون که یاد بگیریم چی کارش میخوام بکنیم، کجا بذاریمش که خورده بهتر بشه. حالا این آره برعکس لطفاً اگه میخوان یه تلگرام داریم که باهاش حرف میزنیم، آیدی میگیریم، اگه میشه اونو جوین کنین، آدرسش رو همینجا میذاریم، توی دیسکریپشن هم هستش دیگه. اون بریم اونجا تلگرام بود سوال اقتصادی یک، درست میگم؟ حالا میام زیر نوشته شده دیگه. بعد آیدی بگیریم و میخوام ویدیوهای فکر میکنم میخوام ویدیوهای زیر 15 دقیقه درست کنیم، نمیخوام طولانی باشه. زیر 15 دقیقه یه 5 دقیقه راجع به اخبار روزی صحبت کنیم، 10 دقیقه راجع به خودمون. چون من هر روز اخبار روز می‌بینم که جالبه راجعش حرف بزنیم، اون فکر خوبیه که هر روز این کار انجام بدیم. خیلی خب پس این فرندی برای برنامه اول، امیدوارم لذت برده باشین. من و خرس مهربون تشکر می‌کنیم. قربونتون. با ساعتم هم باید قطعش کنم.